دانشگاه ها هستن، مراکز علمی و پژوهشی هستن. دو، مساجد هست، مراکز عبادت و بندگی. سه، منابع یا میدان هایی که در اونجا رزق و روزی بندگان خدا، اقتصاد جامعه رقم میخوره. اینا میادین قوی و محکم و تاثیرگذار و حیاتی یک جامعه هست. خداوندم این نکته رو متذکر شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. الذين امكنناهم في الارض، تمکن در روی زمین چند چیزه؟ یکی علم، یکی حکومت و یکی اقتصاد. اینا اسباب تمکن در روی زمین هست. سه تا سلطان هست: سلطان حاکم، حکم حاکم، سلطان عالم، علم عالمه، و سلطان تاجر، مال تاجره. واقعا سه تا سلطان دیگه، هم عالم سلطان داره، قدرت داره، سلطه داره. بعضی موقع سلطان عالم از سلطان حاکم هم قوی‌تر و بالاتره. سلطان تاجر هم مالشه. امروز نقش تجار و سرمایه دارا در جامعه، نه که امروز، در طول تاریخ ملموس بوده و هست و خواهد بود، و خداوند امروز بندگان متمکنش حساب باز میکنه. بندگان عاجزی که هیچ کاری ازشون ساخته نیست، انسانهای ساده، درمانده، ضعیف، ناتوان و عاجز، خب وقتی کاری برای خودش نمیتونه انجام بده، دیگه انتظاری که سرنوشت یک جامعه رو رقم بزنه ازش نیست. پس خداوند اینا بندگان ویژه هستن، اگه که جایگاه خودشون رو بدونن، واقعا قدرت دارن. این سه تا سلطان وجود داره. یه وقتی این سه تا سلطان با همدیگه هماهنگ میشن، در کنار همدیگه قرار میگیرن، همسو میشن، در یک مسیر حرکت میکنن، دنیایی رو به هم میزنن. اگه سلطان حاکم و سلطان تاجر و سلطان عالم هر سه تا همسو باشن، همخوان باشن، همفکر باشن، هماهنگ باشن، حالا تصور بکنید در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، در زمان عمر رضی الله عنه که هم سلطان حاکم و هم سلطان تاجر و هم سلطان عالم در کنار هم بودن. ولی خیلی وقتا سلطان حاکم شاید در جا بزنه. اگر سلطان حاکم، عالم و تاجر هم با هم هماهنگ باشن، بازم چه جامعه متحول میشه. بالاخره این سه تا قدرت خداوندم بهش توجه کرده، گفته الذين امكنناهم في الارض، کسانی که ما اسباب تمکینشون رو در روی زمین فراهم کرده. اینا اسباب تمکین واقعا. وقتی یک سرمایه دار 80 میلیارد دلار سپرده داره، بعضی شبکه ها، بعضی کتاب ها نوشته شده درباره میلیاردرهای جهان. شما خودتون بهتر میدونید. شرکت های کلان اقتصادی تو دنیا، تو مسلمان ها هست، تو غیر مسلمان ها هم هست، ولی بیشترشون غیر مسلمان ها هستن. یعنی مایکروسافت، آقای بیلگیت شاید 500 تا 600 میلیارد سپرده داشته باشه. شرکت جنرال الکتریک، شرکت های کلان دیناسوری خصوصی نفتی و گازی و پتروشیمی و شرکت های کلان، واقعا مال افراده. چقدر توان هست، واقعا میتونن دنیا رو قبضه بکنن. اقتصاد دیگه نبض جامعه هست. عالم بهش نیاز داره به اقتصاد، مؤمن بهش نیاز داره، فاسق و فاجر بهش نیاز داره، همه بهش نیاز داره. زیربنای هر کار فرهنگی، عبادی، دینی هم زیربنای اقتصادی لازم داره. یعنی شما مدرسه دینی میتونی دایر بکنید، دانشگاه اسلامی میتونی دایر بکنید، مسجد میتونی بنا بکنید، مسجد میتونی آباد بکنید بدون اقتصاد؟ پس اقتصاد حرف اولو میزنه.
نگاه اسلام به اقتصاد، به بازار، به تجارت، به صنعت نگاه خیلی مهمی است و نگاه اولیه هست بعد از ایمان. البته همیشه همه چیز مال نیست، ولی همیشه در قرآن هم وقتی صحبت از جهاد شده جاهدوا به اموالکم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، یعنی هر دوتا مطرح هست. پس مال بدون نیروی انسانی کارساز نیست، نیروی انسانی هم بدون مال کارساز نیست. فکر ایدئال و خوبم در حد یک فکر میمونه، در حد یک ایده میمونه. طرحهای خوب، برنامه هایم خوب در حد یک ایده میمونه رو کاغذها، اگر اقتصاد به کمکش نیاد، اگر مال به کمکش نیاد. تو هر کاری تو زمینه ورزش، تو زمینه هنر، تو زمینه فرهنگ، تو زمینه دین، تو زمینه اخلاق، تو هر زمینه بخوای هر حرکتی بکنید، اقتصاد حرف اول میزنه. از این جهت تجار و سرمایه‌دارا نقش حیاتی میتونن در توسعه جامعه انسانی و اسلامی چه ایفا بکنن. این اهمیت شماست اگر که خودتونو قرض بدونید. و حالا اهل سنت تو شهرهایی که بالاخره وجود داره، تو هرمزگان، تو شیراز، استان فارس، جاهای دیگه، اونها هم از نظر اقتصادی چه ضعیف نیستن، تشیع هم از نظر اقتصادی ضعیف نیست. بالاخره چه؟ هم تشیع، هم تسنن، همه از نظر اقتصادی قوی هستن، ولی آیا همه از نظر فکر هم قوی هستن؟ از نظر مسئولیت پذیری نسبت به نیازهای جامعه هم قوی هستن؟ این یه بحث جداگانه است. چیزهای ملموسی که تو جامعه حس میشه تو زمینه‌های مختلف، این که هماهنگی درست بین متفکرین و علما و تجار و حکام نیست، وگرنه رونق‌های بیشتری تو جامعه چه. ما در کشورمون 24,000 کلاس درس کم داریم، 24,000 کلاس درس، خدا میدونه چند هزار تخت بیمارستان ما کم داریم، چند هزار مراکز درمانی کم داریم، چند هزار کتابخانه کم داریم، چند هزار آزمایشگاه کم داریم، چقدر سالن ورزشی کم داریم تا دلت بخواد. اینجا اینو میرسونه که علما یا توجه به این مسائل نمی کنن، فقط به مسجد چسبیدن، یا تجار هماهنگی ندارن با تجار و تجار این مسئله رو چه هضم نکردن، یا حکام بالاخره چه یه جایی کار میرنگه. چرا در کشور ما 24,000 کلاس درس کم باشه؟ خیلی ها شاید هم بیشتر. تو همین استان هرمزگان اگه بچرخیم خدا میدونه چقدر مدارس کفری، مخروبه، کلنگی که اصلا نمیشه اسمش مدرسه گذاشت. تو سیستان و بلوچستان تقریبا 1600 تا مدرسه کفری وجود داره. این آماریست که یک سفر 3 روزه ما به اونجا داشتیم، 1600 مدرسه کفری. بعضی مدارس تو اطراف چابهار بازدید کردیم، مثلا واقعا آدم حیوانم اونجا چه نگه نمیداره، واقعا اسفبار بود. 1600 تا مدرسه کفری. حالا چابهار منطقه آزاده، یکم دستشون بازتره، ولی این میرسونه که چه، هر کسی تو فکر خودشه، یک هماهنگی و یک همفکری نیست. دولت هم وظیفش انجام نمیده. ما دولت فقیری نداریم، حکومت فقیری نداریم. ما یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت دنیا هستیم،
عربستان، ایران، عراق، ایران و عراق تقریبا تو اوج تولیدشون روزانه 4 میلیون بشکه تولید میکردن. عربستان که دیگه تا دلت بخواد بین 10 تا 11 میلیون بشکه در روز. حالا این نفت تنهاست، گاز و پتروشیمی و و و و تا آخر. پس اسلام تأکید داره بر تجارت، اما تأکیدش بر صنعت و تولیدات خیلی بیشتره. هر چیزی که امت اسلامی رو مستقل بکنه و خودکفا بکنه و به اکتفای ذاتی برسانه، اسلام برش تأکید میکنه. به نظر شما تجارت امت اسلامی رو مستقل میکنه، اکتفای ذاتی از وابستگی در میاره، یا صنعت و تولیدات؟ خب تجارت، ما خیلی از بچه های ما تو فرودگاه میبینیمشون ترانزیت میرن چین. تجارت این که تو برید کالاهای یک کشور دیگه رو بیارید، و این خودش یعنی وابستگی. باید برید چین خرید بکنید بیارید اینجا بفروشید. خودت چیزی تولید نمی کنید، اگه چین قد بکنید چیزی ندارید. تو زمینه های مختلف، حالا پوشاک باشه، موبایل باشه، هر چی باشه. پس تجارت من نمیگم بده، خیلی خوبه، ولی اکتفا کردن به تجارت، این که انسان بره کالاهای کسانی که اگر یه وقتی با ما دشمنی بکنن، بعد این کالا و این امکاناتشون رو از ما بگیرن و دریغ بکنن و تحریم بکنن، ما فلج میشیم، چه این آینده نداره، این استقلال به وجود نمیاره. و این احتمال وجود داره. الان با تو دوست، رابطه دیپلماتیک با تو خوبه، فردا خراب میشه، فردا دارو رو از تو تحریم میکنه، پوشاک رو از تو تحریم میکنه، مواد غذایی گندم و شکر و برنج رو از تو تحریم میکنه. دیگه روابط به هم خورده، دیگه وقتی به هم خورده دیگه. خب اینجاست که امتی که وابسته هست تو مایحتاج زندگیش به دیگران، امت ضعیفیه، ملت ضعیفیه، مستقل نیست، خودکفا نیست. اما صنعت و تولیدات، صنعت استقلال میاره. کدوم یکی بهتره، تجارت و صنعت؟ این یکی اکتفای ذاتی میاره، استقلال میاره، اون یکی وابستگی میاره. تو وقتی یه چیزی خودت دارید، تولید خودته. کشورهای اسلامی، هر کشوری یک مایحتاج روزمره زندگیشون، از پوشاک و دارو و مواد غذایی و اینا باید خودشون تولید بکنن. دو، اسلحهشون. این دو قلم اگه خودشون تولید کردن چه؟ اینا مستقلن، اینا توانمندن، اینا خودکفان، اینا قویان، رو پای خودشونن. و این ممکن نیست مگر اینکه حکومت‌ها بخش خصوصی رو فعال بکنن، به بخش خصوصی بها بدن که بیان تو برنامه. واقعا اینطوریه. وقتی اقتصاد یک کشور در دست حکومت ها قرار میگیره، خیلی مشکل میشه، دیکتاتوری ایجاد میشه در جهان، در کشورها. خیلی از کشورهای اسلامی اقتصاد 70-80 درصد اقتصادش دست حکومت هاست. این یکی از ابزاری است که حکومت‌ها برای مهار کردن ملت‌هاشون چه استفاده می‌کنن. 70-80% اقتصادها دست کشورهای بزرگ اسلامی، بخش خصوصی هیچی کاره باشه، پویایی ایجاد نمیشه.
و این مشکل ساز میشه. میگم ابر قدرت های اسلامی اقتصادش 70-80% دست حکومت هاست. تازه نه تنها دست حکومت ها، دست ارتش هست. این دیگه فاجعه هست تو کشورهای اسلامی. مستثنا نیست کشوری، همه کشورها اینطوری هست، به جز بعضی از کشورها، اونم نه به تمام و کمالش. در نتیجه بخش‌های خصوصی چه؟ همه تجار و سرمایه گذاران دیگه امنیت ندارن و مشکل پیدا میشه. پس اسلام تأکید داره بر اقتصاد و اینکه زمینه برای همه فراهم بشه، همه تلاش بکنن اقتصاد سالمی داشته باشن و بتونن کارهای بزرگ در جامعه انجام بدن. الان بخش‌های خصوصی در خیلی از کشورها حرف اولو میزنن. چند سال پیش، تقریبا فکر کنم 3 سال یا 4 سال بشه، 2 تا و 3 تا از میلیاردرهای دنیا که یکیشون همین آقای بلگیت باشه، با هم تصمیم گرفتن که هر کدومشون 1/3، 1/2، 1/4 سرمایهشون رو چیکار بکنن؟ برای کارهای خیر و عام المنفعه، برای نیازمندان چه؟ برای نیازمندان بگذارن، از کانال سازمان ملل یونیسیف، از کانال سازمان بهداشت جهانی. خیلی حرفا. 2 سال بعدش وقتی 3 نفر اقدام کردن برای این کار، 2 سال بعدش تعداد اون 3 نفر به 83 نفر رسید. 83 تا از میلیاردرهای جهان حاضر شدن 1/2، 1/3، 1/4، 1/5، 1/10 مالشون رو بذارن برای نیازهای جامعه، از کانال سازمان ملل. تو بحث بیمارستان و درمانگاه و دوا و دارو، تجهیزات پزشکی، بیمارستان‌های سیار، از کانال سازمان بهداشت جهانی. تو بحث مدرسه و کتابخانه و مراکز تحقیقاتی، پژوهشی، مهدهای کودک و و و، از کانال یونیسیف. شما تصور بکنید در دنیا چقدر مدرسه لازم هست. شما فکر میکنی حکومت ها درست میکنن؟ همه بخش خصوصیه، همه انجیو هاست، انجیو های قبلی. این که اگر مسلمانی صرفا به نماز خوندن اکتفا بکنه و روزه گرفتن و روزی 1 ساعت هم تلاوت روحانی قرآن بکنه که چیز هم ازش نفهمه، یه تسبیح هم دستش باشه، گاه وقتی ذکر بکنه لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبحان الله، بعد بگه کل مسئولیت من تمام شد، که خیلی فاجعه میشه. علما میگن انسان مسلمان تنبل، ضعیف، فقیر، عاجزی که هیچ هنری نداره، فقط نماز خوندن و روزه گرفتن کارش اینه که تو مسجد بشینه نماز بخونه و روزه بگیره و تلاوتی بکنه. میگه انسان مسلمان وقتی ناتوان میشه، دستش از هر کاری و هر تولیدی و هر اختراعی و مسئولیتی و اکتشافی و کارهای بزرگ، مسئولیتهای بزرگ دستش کوتاه میشه، دیگه میگه حالا فرصت اضافه دارم برم نماز بکنم، یک سر نماز میکنه. من چند روز پیشم تو مسجد گفتم که حضرت عمر در غیر وقت نماز رضی الله عنه، اگر کسی تو مسجد نشسته بود، ذکر میکرد، تلاوت میکرد، شلاق میزد رو کمرش. نماز خوندی برو کار کن دیگه، الان وقت نماز نیست، اقامه نماز شده، تمام شده،
الان دیگه وقت تلاشه، وقت فکر کردنه، برو تلاش برای توسعه و تقویت جامعه اسلامی. المؤمن القوی خیر و احب الی الله. ما اگر 5000 بازاری قوی، 5000 تا جوانمون که هم خوش فکرن، هم نمازشون سر وقته، هم روزشون سر وقته، درسته، کامل، هم تلاوتشون، هم پایبند سنت ها هستن، هم از این دستاشون هنر بباره، افکار و ایده های جدید، نو، خلاق، مبتکر باشن، هر نمایشگاه های بین المللی که تو کشورهای همسایه یا هر گوشه دنیا برگزار میشه، چه تو ترکیه، چه تو مالازی، چه تو امارات، چه تو هر جای دنیا میرن شرکت میکنن، تو چین، تو این نمایشگاه ها افکار رو به جایی که پارچه ها و کالاهاشون رو بیارن، افکار و طرح‌ها و ایده ها و برنامه هاشون رو میارن. تفاوت ژاپن بعد از اون داستان هیروشیما و نابودی ژاپن این بود که ژاپنی ها و چینی ها وقتی رفتن به اروپا کالاهاشون رو نیاوردن وارد کشورشون بکنن، رفتن افکارشون رو وارد کردن. تو خیلی از شرکت ها و کارخانه های اروپا به چینی و ژاپنی راه نمیدن، اجازه نمیدن برن اونجا، چون بلا فاصله از بس که تیزبینن و تیزهوشن ایده هاشون رو میگیرن. الان شما به شرکت های چینی سفارش بده، بگو من ماشین میخوام در حد مرسدس، پایین ترین ماشین رو میزنه، قوی ترین و بالاترین همین شرکت های چینی میزنن، به اندازه پولی که تو میدی میزنن. ما فقط میریم تو نمایشگاه چشمامین رو بندیم، هرچی پوشاک هست جمع میکنیم، هرچی کالا هست جمع میکنیم، اصلا فکر نمی کنیم که پشت این چه دستایی بوده، چه افکار اینها رو درست کرده، اینها رو تولید کرده. پس صنعت اولویت داره، تولیدات اولویت داره. تولیدات چیه؟ کشاورزی تولیدیه. دو هفته به تو گندم ندن، همه این نانوایی ها تعطیل میشه. دو هفته گندم از بیرون نیاد، همه این نانوایی ها تعطیل میشه. کشور سودان میتونه 3/4 گندم جهان رو نه اسلام رو تأمین بکنه. 2 تا نیل از داخلش میگذره. 2 تا نیل. 3/4 گندم جهان و سودان میتونه چه تأمین بکنه؟ آیا تأمین میکنه؟ این میکنه متاسفانه. ایران خودمون دنیاییست. ایران که از نظر موقعیت سوکل جیشیش جای قرار گرفته که هم شاهراهای هوایی هم شاهراهای دریایی 40% نفت دنیا از تنگه هرمز باید رد بشه، 40%، هم زمینی، وجب به وجب خاکش طلاست. الان خاک ما هم تو این جزر داره صادر میشه به خلیج. خاک تو لاندگراف خاک میزنن، شن و ماسه، سنگ. هوش و استعداد ما هم که دیگه داره صادر میشه. نوابق و ژن‌های برتر دنیا ایرانی هم صادر میشه واقعا. پروفسور سمی یکیشه، این جراح مغز متخصص اعصاب، واقعا دنیا رو مات و مبهوت کرده، واقعا دنیا رو مات و مبهوت کرده. برید زندگیش رو نگاه بکنید، کارهای علمیش و تحقیقاتیش و خدمات پزشکیش تو بخش مغز و اعصاب در دنیا، مرکزش آلمان. آلمان همه امکانات در اختیارش گذاشته. سالی 1 بار یا 2 بار شاید یک ایران بیاد، یک گذری داشته باشه، بیاد و بره. یک تیم پزشکی داره از پزشکان جوان که سرگروه اون تیم پزشکیش دکتر محبی از بچه های خودمون اهل سنت مال گاوبندی است. کشور ما معدن ژن‌های برتره، معدن تولید ژن‌های برتره.
آمریکا از هر 6000 ژن برتر، از هر 1,000,000 نفر جمعیت 6000 ژن برتر داره. آلمان و ژاپن و ایتالیا از هر 1,000,000 نفر جمعیتش 5400، 5600 تا 4600. کشور ما از هر 1,000,000 نفر جمعیتش 70,000,000 جمعیت داره، 75,000,000، 80,000,000. از هر 1,000,000 نفر 1.5 نفر تولید من تو ژن برتر. ژن یعنی هوش، استعداد. کشور ما معدنشه، مرکزشه، ولی این استعدادها رو پرورش نمیدیم، استخراج نمیکنیم. این مغزهای خلاق و مبتکر و سازنده که صاحب ایده و فکر هستن، ما نمیتونیم اونها رو پرورش بدیم، توسعه بدیم، از ما میدوزن. پایان امتحانات که میشه، هر سال جواسیسی هستن از کشورهای غربی تو کشور عزیزمون ایران و تو کشورهای اسلامی. معدل 20 رو تو رده ها، خصوصا تو پایان دبیرستان، اونهایی که معدل 20 و رتبه های اول تو کشور میارن، تو ریاضی، تو شیمی، تو فیزیک، تو اینا، اونا رو چه شناسایی میکنن، زمینه فرارشون و جذبشون رو به کشورهای خودشون چه فراهم میکنن. بارها شده که همین روزنامه ها تو جیبشون بوده، تو فرودگاه دارن میرن. پس ما نظام انتاجی داریم و نظام استهلاکی داریم. تجارت چیه؟ تولیدی یا استهلاکیه؟ ها؟ استهلاکیه. یعنی ما مستهلکیم. تو بحث تجارت ما مستهلکیم. تا زمانی که در یک کشور نظام انتاجی یعنی انتاج یعنی تولید، نظام تولیدی بر نظام استهلاکی سبقت نگیره و غالب نشه، اون ملت همیشه دستشون درازه و همیشه چه ضعیفن و همیشه وابستن. نظام استهلاکی باید کم کم چه جاشو به نظام تولیدی بده، انتاجی بده. صنعت و کشاورزی اینا نظام تولیدی هست. واقعا دوچار مشکل داریم میشیم. هر کسی تو هر گوشه اروپا میتونه ما رو تحریم بکنه. هواپیما به تو نمیدیم، دارو به تو نمیدیم، پوشاک به تو نمیدیم، فلان به تو نمیدیم، فلان به تو نمیدیم. ما هی داریم میلرزیم. تا کی میخوام بگن نمیدیم، نمیدیم، بمیرید، بدبخت بشید. نظام انتاجی و تولیدی رو در جهان اسلام باید مسلمان‌ها بالا ببرن. من نمیگم تجارت بده، ولی تجارت باید چه؟ تو اون فازم جوانای ما برن، شرکتی به ثبت برسونن، ایده های جدید. حداقل به جای اینکه ما کالاهای چینی رو وارد بکنیم، ما به کارخانه های چینی که ازشون خرید میکنیم طرح بدیم. شما تو اسباب بازی هستید، خودت طرح خودتو بده به شرکت چینی تو زمینه های مختلف اسباب بازی، بگو اینطوری برای من درست کن. نه اینکه هرچی خودشون درست کردن. همون اسباب بازی ها چه؟ یه نفر بالاترین حقوق بده تا طرح بده برای تو، برای 2017، برای 2018 ایده بده. اگه شرکت داری، کارخونه چینی برات میزنه، ولی طرح خودت، حداقل طرح خودت میزنه و این آبرومندتره تا اینکه طرح خودشون و کالای خودشون به ما تحمیل بکنه. حداقل طرح مال خودت باشه. فکر یعنی چی؟ فکر یعنی جریان ذهن انسان برای کشف مجهولات زندگیش. چیزایی که تو زندگی ندارید برات گنگ مجهوله، وقتی این فکر جریان پیدا میکنه، این ذهن تو جریان پیدا میکنه، این بهش میگم فکر. فکر کردن یعنی چی؟ یعنی استفاده از نیروی عقل. پس عقل نیرو داره. پس بخشای خصوصی باید فعال بشه و چه؟ تو بحث صنعت و تولید برید. تازه تعدادی از بچه های خودمون الان تو بندر من میبینم تو زمینه های مختلف رفتن و تو همون زمینه دارن میرن. همه جا هیچ جا میشه، تو همون یه رشته رفته چه داره کار میکنه.
و بعضی از جوانای با استعداد روستای خودشون رو فرستادن برن همون تخصص تو دنیا بخونن که بعد بیا تو اونجا صاحب ایده باشه. داره هزینه میکنن، دانشجوی رو هزینه بورسیه میکنن، هزینه شونو میدن که برن بخونن، بعد بیان تو همون تخصصی که داره کار میکنه تو همون شرکت و همون صنعتی که هست چه تولیداتش رو به انبوه برسونه. یه تعدادی الان الحمدلله من دیدم موفقم شدن، بچه های مؤمن، جوان های خوشفکر و جوابم گرفتن، جرأت پیدا کردن. این خیلی خوبه، این که بچه های ما جرأت داشته باشن، جرأت سرمایه گذاری. هیچ کسی از مادرش چه متمکن تولید نمیشه، به دنیا نمیاد. خیلی مسائل اکتسابی است. شما توان دارید، هوشش دارید، استعدادش دارید، از یک کار کوچک تولیدی کوچک شروع کنید، جواب میگیرید و وقتی شروع میکنید همون لحظه یه درصد خیر هم داخلش جا بدید. یعنی وقتی میخوای سرمایه گذاری بکنید یه درصد خیر، من نمیگم زکات و خیر، از سود خالصش، غیر از زکات. زکات که یه چیز اجباریه، اگه کسی زکات بده هنر نکرده که ما تعریفش بکنیم، اگه کسی نماز فرضش بکنه هنر نکرده، ولی اگه کسی در کنار نماز فرضش مستحبات هم انجام بده، در کنار کارهای واجبش، عبادتهای واجبش، کارهای مستحبی که اختیاریه، تو بحث اجباری بوده، اجباریمون اگه کاری رو انجام بدیم هنر نکردیم. ولی اگه به ما گفتن دوست داری این مدرسه رو درست کن، دوست داری درست نکن، زکات مال تو پرداخت کردی بین فقرا و مساکین، ولی بهت میگن این مدرسه هم هست، تام الحمدلله خدا بهت داده، دوست داری درست کن، دوست نداری درست نکن، کسی دیگه درست میکنه، اینجا اگر رقابت کردید، سبقت گرفتید، اینجا تو هنر کردید. جرأت بکنید که یه درصدی از سود خالصتون غیر از زکات سالانه خارج بکنید. این جرأت کمک شما میکنه که انسان بزرگی بشی. زمانی اکتشاف و اختراع در دنیا شکل میگیره در زمینه‌های مختلف که نسل جدید جرأت ماجراجویی داشته باشه. ما بهش نمیگیم ریسک. تصور بکنید این غواصا نرن زیر آب غوص بکنن، تحقیق بکنن. همچی آکواریومی میتونستیم مشاهده بکنیم؟ رو صفحه مانیتورت نشستی، رو صفحه موبایلت، تو مغازت، کل اقیانوس ها زیرش شما داری سیر میکنید، انواع گونه ها و ماهی ها و مسائل و مرجان ها و همه یک اقیانوس های دنیا تو الان مثل که خودت رفتی. این نتیجه یک جرأته، نتیجه یک ماجراجوییه، نتیجه یک نفره که به جان و دل خریده، حمزه کوسه، کوسه های شمشیری، اونجا اکسیژنش تمام بشه، دچار مشکل بشه، پاش گیر بکنه تو یک صحرایی، تا ماجور جی نباشه. اونهایی که کله اورست میرن، اونهایی که تو جنگل های خطرناک میرن نزدیک شیر و حیوانات، رفتارهای حیواناتو، نحوه زندگیشون، هر کدوم جداگانه به تصویر میکشن، فیلم پر میکنن، بعد تو از طبیعت درس میگیرید، هوش و توان و ببخشید حس و توان و ما داریم عقل برتر و داریم حس برتر، انسان به عقلش برتره، سایر موجودات و حیوانات و پرندگان و ماهی ها به حسشون برترن. پس اونجا وقتی فیلم‌هایی نشون میدن درباره طبیعت میگن حس برتر. حس بویایی گربه و سگ 1,000,000 برابر انسانه. ولی آیا گربه زرنگتره یا انسان زرنگتره؟ حس بویایی یوزپلنگ، گربه وحشی و و و اینا امواج تولید میکنه. حس بینایی جغد و شاهین و عقاب، جغد تو تاریکی شب تا مسافت 30 کیلو شاید ببینه، 60 کیلو شاید ببینه. بریم تو علوم زیست مطالعه بکنیم که
حیوانات چه حواسی دارن؟ حس برترشون چیه؟ پرندگان چه حسی دارن؟ با اون حسشون پرندگان مهاجر داریم تو زمستون و تابستون هجرت میکنن، هزارها مایل هجرت میکنن بدون اینکه به اندازه سر سوزن چه اشتباه برن، درست میرن درست میان، نه جی پی اس دارن نه بوصله دارن. این چه حسیه؟ حس برتر در حیواناته، در پرنده هاست، اما انسان برتره، نه تو حواسش اما تو عقلش. ماهی بهتر شنا میکنه یا انسان؟ انسان بالاتر، بلندتر، طولانیتر شنا پرواز میکنه یا پرنده؟ سقف پرندگان یه حدیه. آیا پرندگان میتونن 30,000 پا بالا برن اونجا پرواز بکنن؟ اصلا خشک میشه. اگه پنجره هواپیما تو 30,000 قدم بالا باز بشه، کل مسافرها خشک میشن، یخ میزنن. پس انسان با عقلش برتره. هواپیمایی درست کرده که 15 ساعت تو هوا، کدوم پرنده 15 ساعت یک سره میتونه پرواز بکنه؟ کدوم ماری میتونه سینه خیز همینطور خزان خزان بره؟ چه قطارهای سروسه درست شده که از مارها سریعتر حرکت میکنن، قطارهای برقی. پس انسان راه رفتن پرندگان رو یاد گرفته، قویتر، بلندتر، طولانیتر پرواز میکنه، سریعتر. من اون روزم گفتم سرعت هواپیما، بعضی هواپیما 700 کیلو، 800 کیلو، شاید هم بعضی ها بیشتر. این هواپیماهای مسافربری 700، 750، 800 کیلو در ساعت. کدوم پرنده 800 کیلو در ساعت پرواز میکنه؟ این از نظر سرعت، از نظر قدرت، ارتفاع نمیشه. بس انسان راه رفتن حیواناتو یاد گرفته، بهتر از حیوانات حرکت میکنه، راه میره. شنا کردن ماهی ها رو یاد گرفته، بهتر از و طولانی تر و قوی تر از ماهی ها شنا میکنه. زیر دریایی های درست کرده که چند روز زیر آبن، قاره رو طی میکنن، اقیانوس ها رو طی میکنن. فقط یه چیز رو فراموش کرده، راه رفتن خودشو. خوب راه نمیره، از اونا خیلی بهتر راه میره. چقدر امروز امکانات فراهمه که ما چیزهای عجیب و غریب، استعداد و خلاقیت و توان و جرأت و شهامت انسانها رو تو صفحه تلویزیون ببینیم. ما اگه پسر مزرعه میخوام 5 سالمون خواست بره رو متکا بپره، مادرش توبیخ میکنه، پسر بشین که میفتی دست پات خورد میشه. اگه رفت تو تاقچه پرید آمد بپره پایین، پسر بشین که دست پات خورد میشه. اگه یه چاقو بلند کرد که میوه پاره بکنه، از دستش میگیره بیا خودم برات پاره بکنم، دستت میبری. اگه یه بشقاب بلند کرد، تو بشقاب بذار که بشقاب خورد میشه، اینقدر کریستال، اینقدر قیمتشه. خب هر کاری این بچه های کوچیک که ما خواستن انجام بدن، اگه کبریت برداشت، کبریت بذار که دستت میسوزه. خواد اجاق روشن بکنه، اجاق رو بذار که یا میسوزی یا دست پاک کرد میشی یا میشکنی یا نمیدونم فلان میشی. همطور بچه ها بزدل و ترسو و تنبل و هیچ کار بار میان، تا ماجراجو نباشن چه؟ این دوچرخه سوارا دیدید که پشت ساختمان بالا، ساختمان 20 طبقه، رو اون لبه هاش، اونایی که تناب کمرشون بستن، دخترها و پسرهای جوان از کله کوه میپرن تو او عمق دره، زیرش هم رودخونه است. این تنابی که من و تو اگه از بالای بادگیر خونه اونم بپریم، قبل که به زمین بیایم چه؟ قلبمون گرفته.
این ماجراجویی، این سفر، این سیر و سیاحت تأکید شده انسان بره دنیا رو ببینه. بره تو نخ قضایا، اون مغزاشو در بیاره. خب هر سال میریم چین، دو سه بار میریم چین، میاریم همون پوشاکشو بر میداریم میاریم اینجا کامل و تمام، تمام شده رفت. و سلطان تاجر یعنی این، واقعا سلطانه. بعضی تجار و سرمایه‌دارا حکومت‌ها رو تعیین می‌کنن. میگن سازمان‌های جهانی اعتبار مالی و حمایتشون فقط بخش خصوصیه، حکومت‌ها کم. اینجور هاست. تو زلزله بم ما دیدیم چقدر اینجورها و بخش خصوصی آمدن. من دوستانی دارم تو ترکیه، همکلاسی هم بودن، بزرگترین اینجیوی ترکیه دستشونه، مؤسسه ای ها ها تو دنیا خدمات میدن. تماس گرفتن آمدن تهران، تهران کرمان، رفتیم جلوشون، رفتیم بم، چند هزار دلار اونجا خرج کردن. زمانی تو دانشگاه پاکستان با هم بودیم، تو مدینه با هم بودیم. بزرگترین اینجیوی ترکیه دست بچه های مؤمن متدین، براشون مهم نیست هر کشوری حوادث غیر متوقعه بشه نیاز پیدا بکنن حرکت میکنن، چه کشورهای اسلامی چه غیر اسلامی، کشورهای انسانی میرن، حرکتهای انسانی دارن. منم میخوام شما بزرگ بشید دیگه، وقتی از کنارتون رد میشم میدونم که اینا همون تولید کنندگان هن. افکار بلند دارن، ایده های بزرگ دارن. توی یک لباس گران قیمتی بپوشید این هنر نیست، ولی ایده های منحصر به فرد داشته باشید که برای تقویت توسعه جامعه، کشورت، استادت، حتی روستات، محلت، در حد یه مغازه کوچه خودتو محصور نبین، ولی هر کار بزرگی یه قدم اول داره، قدم اولش کوچکه، ولی دنبال توسعه باش. تدریجی، هیچ چیزی تو رو چه؟ محدود نکنه، ناامید نکنه. اینجا در جلو بسته شد از اون طرف. علما میگن، روانشناسا میگن که زندگی که درش موانع نباشه، دستانداز نباشه، یک نواخته. آدم رشد نمیکنه. تو یک مسیر جاده، آسفال، اتوبان خیلی عالی. اگه یک دستاندازی آمد، مانعی آمد، اینجا فکرت فعال میشه که چطوری درست ترمز میزنید. یه وقتی دنده عقب هم میای. اما دنده عقب و ترمز همیشه برای عقب رفتن نیست. میگن یک قدم به عقب به خاطر دو قدم به جلو. یه وقتی یه دستاندازی تو زندگیت میاد، یک مشکلی، یک گرهی، اینجا فکرت فعال میشه چطوری این مشکل رو باز بکنید، این مانع رو دور بزنید. تا مشکل نیاد، تا سختی نیاد، ذهن آدم فعال نمیشه. پس نگاه به سختی ها هم نگاه خوبی داشته باشیم که این سختی تو رو چیکار میکنه؟ پخته میکنه، تو رو قوی میکنه، اراده تو رو تقویت میکنه. اگه همیشه کارهای ضعیفتر از توان ما باشه، کمتر از توان ما، توان ما روز به روز چه پایین تر میاد. پس نگاهتون به خودتون نگاه خوبی باشه، نگاه عالی باشه، نگاه میتوانم باشه. الگوهای موفق در زندگیتون رو چه نگاه بکنید. تو تخصص خودتون برید الگوهای موفق،
اکثر اینایی که گفتم که میلیاردرهای جهان اگه داستان زندگیشون بخونید اکثرا یه کارگر ساده بودن. تجار بزرگ الان خصوصا امارات، کویت، قطر که بیشترشون هم شهری ها و هموطن های خودمون هستن، شاید مرد پنجم امارات بچه های خودمون باشه از نظر اقتصادی. همین مسجد جامعی که جلوتون هست، اون کسی که درستش کرده خدا رحمتش بکنه، شاید یه روزی یک فرد ساده از اینجا هجرت کرده دنبال یه لقمه نان رفته اون طرف آب، 50-60 سال پیش همراه باباش با قایق تو رسول خیمه خسد پیاده شدن، سر اسکله داد و ستد تو دفتری کار میکرده، نامه از اینجا ببره اونجا، از اینجا ببره اونجا، طباخی میکرده. میگم یه دوستی، یه پدری در حقیقت 20 سال 25 ساله که با هم دوستیم، ما رو جای فرزندش حساب میکنه. این تعریف میکرد، میگه یه روزی من تو دبی تو حفیظی کار میکردم که ارباب نامه‌ای دست من بده ببرم پیش ارباب دیگه یا فاکتوری ببرم، طباخی میکردیم. ولی امروز سوادم نداره، دکترای بیزنس و نمیدونم مارکتینگ و نمیدونم فلان و اقتصاد و تجارت هم نخونده، شاید پنجم ابتدایی اگر داشته باشه نمیدونم. ولی یک انسان مؤمن، خدا ترس، 200 تا از قوم و خویشاش جوانا رو برده سر کار، همه بهشون سرمایه داده، نگفته شما کارگر منید، هر کدوم 20%، 30%، 40% شریکشون کرده کار بکنه. زکات مالش رو درست میده، اضافه هم میده، طلای خانم و بچه هاش و عروسش هم همه چه طلا فروشی مسلمان مؤمن امینی داره که میاره تو خونه طلاهاشون وزن بکنن سر وقت. زکات طلای خانوادهش هم خارج میکنه. غیر از زکات اوائل سالی 1% سود خالص تجارتش هم خیر میکرد. ولی الان غیر از زکات سالی 40% سود خالصش خیر میکنه. از 1% شروع کرد الان به 40% رسیده، هیچ هم کم نمیشه براش. ولی بزرگترین سرمایه که داره دین و ایمانشه و تواضعشه. تو بازار دبی هم مسجدی که نزدیک تجارت خونش بود اونجا 3 سال پیش میخواستن که مخروبه شده بود، من پیشش بودم، گفت که این مسجد 2 مغازه اون طرفتر ما نماز میکنیم اینجا، نیاز به تجدید بنا داره، نظرت چیه که برم اوقاف خواهش بکنم شاید به من بدن شاید ندن؟ گفتم برو زورتو بزن. میگفت اینجایی که من تو 40-50 سال تو بازارم محل کسب منه، از اینجا درآمد کسب میکنم، خیرایی که کردم از اینجاست، از برکت این بازاره، من میخوام یه کاری تو بازارم هم بکنم، یه خیری تو بازارم. من اینجا 50 سال تو این مغازه تو همین قسمت کاسیبی کردم، 50 سالم تو این مسجد نماز خوندم، حالا مسجد مخروبه است، من میخوام دینم به جایی که محل کسبم بوده چه ادا بکنم. آخر رفت تو اوقاف چه تقاضا داد، برنده شد. باور نمیکنید چقدر خوشحال بود که برنده شده بود که این مسجد نزدیک مغازش میتونه خودش درست بکنه. مسجدش افتتاح شد، 5 میلیون درهم. میگو به احترام همین محلی که 50 سال توش نماز خوندم، مغازم هم نزدیکشه، اینجا محل کسبم بوده، درآمد مادیم اینجا بوده، اگه کار خیر تو دنیا کردم از اینجا در آوردم، پس دین این بازارم چه؟ باید ادا بکنم، این مسجد من اونجا درست بکنم تو بازار. ظلمه که من ازش درآمد کسب بکنم
کاری هم نکنم. من میخوام بچه های من که شما هستید همچه افکاری داشته باشید. ما خیلی خوشحالیم که شما تو بازارید و سنگر بازار رو نگه داشتید. بازارهای مؤمن، جوانای مؤمن، مساجد ما رو شما داری آباد میکنید. هم با حمایت مادیتون و هم با حضورتون. ما حضور بازارهای جوانمون تو نمازهای قیام، تراویح، نمازهای یومیه واقعا پررنگ میبینیم. پس نگاه بزرگی به خودتون داشته باشید. کارهای بزرگ، ابتکار، خلاقیت، از یک کار کوچک با نیت بزرگ شروع بکن، خدا ناکن چقدر توسعه میده. این نگاهت حتی به خیر کردن هم نباشه که اگه چیزی خیر کردم مالم کم شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما نقص مال من صدقه، هیچ مالی از صدقه کم نمیشه. مال از انباشته شدن و خیر نکردن کم میشه. ما نقص مال من صدقه، یک تومن 700 تومن و الله یضاعف لمن یشاء. خداوند برای هر کسی که یک تومن انفاق بکنه 700 تومن میده. اما وقتی تو بنده خاص خدا شدید اونجا دیگه با عدد و ارقام با تو تعامل نمی کنه. وقتی از یک مرحله گذشتی، دوستی تو ثابت کردی با خدا، اون موقع دیگه با عدد و ارقام یک تومن 700 تومن دیگه نه، دیگه تعامل نمی کنه. خزینه من هر چی میخوای بردار، میدونم که تو برمیداری به بندگان من میدی. دیگه کلید خزانه دست خودت میده. دیگه به جایی میرسی که مثل عبدالرحمن ابن عوف میگفت اگه پام این سر پام به سنگی میخورد تو کوچه فکر میکردم یک گنج زیرشه. سبحان الله. اگه بیل میزدم تو زمین کشاورزی فکر میکردم یک گنج توش در میاد. ولی تو داد و صد تقوا و خدا ترسی و امانت و صداقت و انصاف و انصاف حتی برخورد، حتی اگه مشتری آمد میخوای بردار نمیخوای برو، این تعامل نیست. اگر سوال کرد که این تایلندیه یا چینیه یا جرمنیه، مارکش که جرمنیه، این جرأت داشته باشید که بگید ببخشید این تایلندیه. یه عزیزی کارگری میکرد پیش یک تاجری تو دبی، یه وقتی از من پرسید که کارفرما منو وادار میکنه، مجبور میکنه که تو انبار بریم مارکا رو بکنیم، مارکای جرمنی رو بزنیم. کارفرمای اصلی اونه. یه وقتی تو همین بازار قدیم بندر عباس، این بازار قدیم قبل از بازار عوضی، یه جوانی تو بازار بود. یه وقتی مشتری آمد در خونش، در مغازش، این جوانی بود، خیلی آدم است، صاف و ساده و دلپاک و صادقی بود. کل عیب اون کالایی که خودش داره میفروشه چه؟ به مشتری میگه. پدرش متوجه میشه، کسی دیگه متوجه میشه، یا اونجا کار میکرده، عصبانی میشه. چرا بهش گفتی؟ خب از من داره سوال میکنه. من باید بگم که این پارچه هم رنگش میپره، هم شروک میشه، هم آب میره، گناه داره، داره پول میده. امروز اگر کارگری پیش ما اینطوری کار میکنه چه؟ فکر میکنی ما رو ورشکست میکنه، بلا فاصله چه؟ اخراجش میکنیم. یه کارگری میاریم که دروغ بگه، با دروغ قسم بخوره برای مشتری، خدا وکیلی فلان، بتونه قالب بکنه به گفته خودمون. چیره دست و زبردست و زبانچرب و جنس 50 تومانی 500 تومن قالب بکنه. این بیاد، این بله، این مشتری جذب میکنه، این برکت میاره. کجا برکت میاره؟ مالی که با دروغ تو گیرت بیاد
مالی که با بی‌انصافی گیرت میاد نمیخوای ازدواج کنید؟ اگه نمیخوای ازدواج کنید بله. اگه فقط خودتی بله. اگه میخوای ازدواج بکنید با همین مال نطفه بسته بشه، دوست داری پسر یه لاتی در بیاد؟ صداقت و امانت و انصاف و راستگویی و تعامل زیبا و همینجا که نشستید درسته مالتو داری میفروشید، ولی تبلیغ دین و اخلاقت هم بکن بدونی که حرف بزنید، رفتارت طوری تعامل بکن که سوال براش پیش بیاد. 300 میلیون نفر با اخلاق تجار مسلمان شدن در جنوب شرق آسیا، صادق بودن تو تعاملشون تو همه چیزشون. باور بکنی کسانی بودن که آمدن تو همین بازارها هدایت شدن توسط بازاره های ما، آمدن موبایل بخرن اخلاقشون عوض شده، آمدن پوشاک بخرن اصلا از این رو به این رو شدن، تو مساجد هدایت نشدن تو بازار هدایت شدن توسط بازاری های جوان خوب ما. من خیلی دوستان زیادی دارم شیعه و سنی، خیلی هاشون بازاری هم شرکت دارن تو زمینه های مختلف. تعاملت لوکس بکن، زیبا بکن، لباست که خیلی شیکه، بازاری خوشتیپ هم هستید، لباس دارم شیک رشید، اخلاق که رشید باشه، تعامل هم زیبا باشه، نیکو باشه، دیگه میگم بریم فلان مغازه که آدم منصف و صادق و خوبیه، اینطوری نامت بلند میشه. اون مغازه نری که تیغه، اسم مغازهش میذارن تیغ. تو نماز مسجد جمعه گفتم یه سفر رفتیم چین، دوستان افغانیمون توی شهر دیگه بودن خبردار شدن، ما تو گوانزو بودیم اونا تو ایوو بودن، تلفنمون رو ما از طریق واتساپی با هم آشنا شدیم، خبردار شدن ما اونجاییم، از ایوو به من زنگ زدن که بلیت رفت و برگشت خودمونم میریم دنبالت، از گوانزو میریم ایوو، اونجا 200 شرکت کلان افغانی هست، خیلی خوشحال میشن شما دعوت ما رو بپذیرید، ما همه مدیران و صاحبان این شرکت رو دعوت میکنیم، خودش هم این شرکت دار بود. شش ساعت پنج ساعت آمدن اونجا پیش ما موندن، نهاری با هم خوردیم، بعد دیگه رفتن، ولی من معذور بودم وقتم محدود بود نتونستم برم. سال گذشته اگه اشتباه نکنم بچه های کهنه یک جلسه خصوصی برگزار کردن، نزدیک 70-80 نفر بودن تو سالن مسجد جامع، از بعد از عشاء تا سحری، خیلی جلسه عالی بود، خیلی خوبه. خب قبلا هم فکر میکنم بهتون گفتم آیه 69 سوره نساء، من فقط آیه رو میخونم، فقط ترجمه ساده، اینطوری خداوند میگه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خداوند میفرمایند کسی که اطاعت از خدا و رسول خدا بکنه اون از نعمت‌های از اونها همراه کسانی هستند که از نعمت‌های خدا بهره‌مند شدند، و کسانی که از نعمت‌های خدا بهره‌مند شدند چهار گروه هم: نبیین، تولید کنندگان، صدیقین، حامیان و پشتیبانان، شهدا، بازاریابان و مبلغان و دعوتگران، صالحین، مصرف کنندگان،
و حسن اولائک رفیقا، اونا بهترین همراه و رفیق هستن. سعی بکنید که این چهار گروه رو هم خودتون باشید، هم با اونها رفیق باشید. تولید کنندگان رتبه اول دارن، حامیان و پشتیبانان، بازاریاب و مبلغ و دعوتگر و صالحین یعنی مصرف کنندگان، مصرف کنندگان خوب. خب امیدوارم که شما هر چهارتا باشید، هم ایده های خوب رو مطرح بکنید، تولیدات فکری، ایده، برنامه، چیزهای خوب، همچه حامی و پشتیبان باشید، هر کسی ایده خوبی داره حمایت بکنید تا اون ایده شو چه عملی بکنه، و هم مبلغ و بازاریاب خوبی باشید، تبلیغاتتون عالی باشه، و همچه مصرف کننده درستی باشید. ما تو مصرف هم خیلی مشکل داریم، یا اسراف میکنیم یا تبذیر میکنیم یا کوتاهی میکنیم، شیر آب بازه، شیر دوش بازه، داریم شامپو میزنیم، صابون داریم میزنیم، شیر داره میره، مسواک داریم میزنیم، لوله با فشار بازه، داره آب میره. تو وقت خمیر گذاشتی داری مسواک میزنی، شیر رو ببند، بعد میخوای وقتی میخوای اون برسه رو بشورید یکم باز کن، ولی شیر داره میره، آب داره میره، شاید 10 دقیقه طول بکشه. فرهنگ مصرف هم، صالحین یعنی مصرف کنندگان، مصرف کننده خوبی باشیم، به اندازه نیاز استفاده بکنیم، بیش از نیاز خیر بکنیم، کمتر از نیازم. خداوند گفته نه دستت اینطوری، نه دستت اینطوری، وسطیت، اعتدال. از تولید کننده و حامی و بازاریاب و مبلغ و مصرف کننده، چهار گروه و حسن اولائک رفیقا. خب برای همه تون آرزوی موفقیت دارم. بزرگواری کردید، وقت گذاشتید، احترام قائل شدید، ما هم احترام متقابل قائل شدیم. گفتم بازار، گفتیم اهلا و سهلا، لبیک. شما ما را دوست دارید، ما هم شما را دوست داریم. امیدوارم که این محبت و دوستی توشی باشه، سرمایه باشه که چشم‌پوشانی ما و شما باشه، هم در دنیا هم در آخرت به دردمون بخوره. روز به روز جوانای خوب تو بازار باشون هماهنگ باشید، شناسایی بکنید، ارتباط بین مغازه ها و بازارها روز به روز تقویت بکنید. اینجا هم سنگره، نه این که تو مغازه خودت با بغل دستید کاری نداشته باشید. جزاکم الله خیر، موفق و معید و سربلند باشید.